در نیم کیلومتری مرز با مصر در جنوب نوار غزه، خانواده‌های آواره شده فلسطینی بر اثر جنگ و حمله‌های هوایی در چادرها پناه گرفتند. اینجا آخرین نقطه است که ساکنان غزه توانستند پناه بگیرند. سامی عباس، آواره فلسطینی، میگوید به آخر خط رسیده ایم. حالا دیگه اگه سربازا بیان اینجا، در نقطه مرزی ما دیگه نمیترسیم. تسلیم سرنوشتیم و هرچی خدا بخواد میشه. ما هم مثل بقیه آواره ها از جا کجا میتونیم بریم؟ اینجا آخر خط در مرز با مصره. کجا میتونیم بریم؟ یا به شما برمیگردیم که بودیم، یا به حال خودمون رها میشیم. آواره. در شمال اسرائیل مبادله آتش میان ارتش با حزب الله شدت بیشتری پیدا کرده و ارتش هدفهایی در جنوب لبنان را بمباران کرده و دود ناشی از آتش سوزی بر فراز منطقه مشاهده می شود. ارتش اسرائیل می گوید به تلافی حمله نیروهای حزب الله به شهر کریات شمونه، روز دوشنبه مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان را هدف قرار داده است. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرده که اگر حزب الله از موشک پرانی دست بر ندارد، وضعیت کنونی نوار غزه در لبنان هم پیاده خواهد شد. واتیکان نیز روز دوشنبه به تنش‌ها در منطقه و جنگ در خاورمیانه واکنش نشان داد. پاپ اعظم در سخنانی با عنوان وضعیت جهان خطاب به دیپلمات‌ها خواهان آتش بس در غزه شد. امیدوارم جامعه بین المللی درباره راه حل دو کشور، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، تصمیم جدی بگیرد و با تضمین جهانی وضعیت ویژه شهر اورشلیم، مردم اسرائیل و فلسطینی ها بتوانند سرانجام در صلح و امنیت زندگی کنند. اوضاع جاری جنگ در غزه تمامی منطقه سرشار از تنش را بی‌ثبات‌تر می کند. پاپ اعظم در همین سخنان خواستار آزادی فوری گروگان‌های اسرائیلی، قطع کامل درگیری‌های مرزی بین لبنان و اسرائیل، رساندن کمک‌های انسانی هرچه بیشتر به نوار غزه و حفاظت کامل از مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و غیر نظامیان غزه شد.